برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. هیئت نمایندگی دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق شیرازی دامزه‌لوح در شهر مزار شریف کشور افغانستان با رئیس و معاون شورای علمای این شهر دیدار کرد. طی این دیدار که در روز دهم ذی‌القعده جاری صورت پذیرفت، دو طرف در رابطه با اهمیت فعالیت‌های دینی و فرهنگی در کشور افغانستان گفتگو و تبادل نظر کردند. رجب بیلگن رئیس گروه اسلامی شورا گفت که بزرگترین مسجد در هانوفر در یک حمله مشکوک هدف آتش سوزی قرار گرفت. وی در توییتر نوشت: ما خواستار شفافسازی کامل و حفاظت از عبادتگاه‌های خود هستیم. پلیس آلمان تحقیقات را در مورد حادثه مشکوک آتش سوزی در بزرگترین مسجد هانوفر آلمان آغاز کرد. پژوهشان نشان می‌دهد که مصرف چای، سیب و انواع توت‌ها می‌تواند از کاهش حافظه مرتبط با افزایش سن جلوگیری کند. تحقیقات نشان داده افراد 71 ساله با مصرف زیاد فلاونول عملکرد حافظه بهتری داشتند. تحقیقات نشان می‌دهد افرادی که رژیم غذایی غنی از فلاونول‌ها که در چای، سیب و انواع توت‌ها یافت می‌شود، کمتر در معرض از دست رفتن حافظه مرتبط با افزایش سن قرار می‌گیرند. وبسایت الکترونیکز پریر کانکتد از وبسایت‌های فعال در زمینه ارائه آمار و اعداد ارقام در مورد مسلمانان ایالات متحده آمریکا، وجود بیش از 2000 مسجد شیعی و غیر شیعی در 6 ایالت آمریکا خبر داد. این وبسایت در ادامه گزارش خود در این باره نوشت: در کالیفرنیا در مجموع 381 مسجد، در الینوی 228 مسجد، در نیویورک 570 مسجد، در نیوجرسی 210 مسجد، در فلوراید 250 و در تگزاس 399 مسجد وجود دارد. این گزارش افزود از مجموع این مساجد تعداد شیعی و تعدادی سنی هستند. شورای مسلمانان بریتانیا نسبت به انتصاب لرد آیان آستین به عنوان رئیس بخش بررسی مستقل در مورد شورش‌های لستر ابراز نگرانی عمیق کرد. این شورا در بیانیه‌ای اظهار داشت: هر بررسی از این قبیل که توسط لرد آستین رهبری می‌شود، با سوالاتی در مورد اعتبار و مشروعیت آن مواجه خواهد شد. شورای مسلمانان لستر در ادامه اظهار داشتند: ما از وزیر امور خارجه مایکل گوو می‌خواهیم تا در انتصاب لرد آستین تجدید نظر کند و داور مستقلی را انتخاب کند که بتواند اعتماد و حمایت جوامع مختلف در لستر را به دست آورد. همچنین ما از دولت می‌خواهیم که با نهایت سرعت عمل و رعایت اصول انصاف، عدالت و وحدتی که شایسته ساکنان لستر باشد، این موضوع را مورد تحقیق و بررسی قرار دهد. دانشگاه بین‌المللی فولراید از تأسیس کرسی دائمی مطالعات اسلام شیعی در این دانشگاه بین‌المللی خبر داد. این دانشگاه با صدور بیانیه‌ای رسمی که نسخه از آن به دست خبرگزاری اخبارشی رسید، علت تأسیس این کرسی را اهمیت مذهب و میراث شیعی و تأثیر مهم و بسزای آن در تشکیل تمدن اسلامی و انسانی عنوان کرد. دانشگاه بین‌المللی فولراید همچنین اعلام نمود که بودجه در نظر گرفته شده برای تأسیس این کرسی 1,000,000 دلار تعیین شده و دکتر سیاد نظام الدین احمد را به عنوان مسئول کرسی اسلام شیعی در این دانشگاه تعیین کرد.